کلافه اول رو جا ریختی به صورت زنجیره. ببینید میشه گام یک به یازده، میبینید گام یک به یازده، سر پیچک ته پیچک به همین شکل. ببینید دقت کنید دوستان، یک 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 یک. خب بقیه پیچک ها رو اندو کنید، یعنی بقیه کلاف ها رو میریزیم داخل تا برسیم به اینجا. از اینجا بعد دوستان دیگه دو طبقه میشه، یعنی ما چهار تا روی هر کلافمون چهار پیچک داریم. پیچک بعدی تا کجا پر میکنه؟ میشه یک دو سه چهار. میبینید پیچک بعدی من اینجا میشینه، پیچک سوم من دو تاش یک طبقه میشه، دو تای بعدیش میاد روی دو طبقه میشینه. خب این چوبا رو دوستان شما وقتی که جا میزنید حتما دو طرف چوب رو قرار بدید، برای اینکه بتونید با شیارکوب دوستان ببینید موقعی که میخواید طبقه دوم رو بزنید، شما باید با شیارکوب به این شکل فشار بدید روی عایق که سطح عایق بره پایین و سیمتون به صورت کشوی فضا داشته باشه که ما جا بزنید. پس چوبهای روی شیار رو فراموش نکنید. خب میخواید شروع کنیم کلافه بعدی رو بزنیم به این شکل. کلاف رو ببینید سرها رو به موتور برمیگردونم، کلاف رو ببینید دوستان کلاف رو دونه دونه میکنم به این شکل. اول کلاف توی این سم، اینجا رو هم باز دونه دونه میکنم. میبینید دوستان اینجا رو هم باز صاف صاف میکنم، میذارم توی دهنه کارم به این شکل. عایق ها رو میگیرم و به صورت کشاوی نیستم و به صورت کشاوی میکشم داخل، عایق رو میارم بیرون، بست رو باز میکنم به دوستان، عایق بین کلاف رو میذارم، عایق طبقه دوم، عایق بین شیار بهش میگم، عایق بین شیار رو میذارم شیارها رو به خوبی از هم دیگه باید ما عایق کنیم دوستان. ببینید یه چوب اینجا، یه چوب اینجا، دو تا چوب هم واسه تهای کارم. اگر شما بتونید چوب یک تیکه انتخاب کنید که دیگه اصلا حرف نداره دوستان. اگر چوب یک تیکه نداشتیم میتونید از چوب دو تیکه حساب کنید. در انتها میبینید دوستان با چسب رنگ بندی کنید فاساتون رو، واسه اینکه اشتباه نکنید. حالت میدیم به این شکل، میان سراغه پیچکی بریم، سر پیشونی کلاف رو فشار میدیم پایین که جا داشته باشه. اولی رو به این شکل، سمت مقابل هم دوباره به همین شکل. میبینید رابط رو میارم کله سیم پیچی، رابط رو باز میکنم، کلاف رو فرم میدم دوستان توی موتور. دوستان ما هم قطر سیم رو دست دادیم، هم تعداد دور رو دست دادیم، هم سربندی و هم طبقات رو، یعنی یه موتور رو کامل تغییر دادیم، یه موتور سنگین رو نه یه موتور سبک رو. اگر یه اشتباه توی این موتور باشه 7-8 میلیون تومان مصالح رو شما باید حفظ بدید دوستان. پس این کاری که واسه تون انجام میدیم کار عملیه که میایم خودمون این کارها رو روی موتورهای سنگین انجام میدیم.
اصلا یه مقداری پیشونی کار رو میزنیم که بالا نیاد. دوستان چهار تا پیچک رو جا زدیم، فاز اول رو سبز انتخاب کردیم، فاز بعدی رو زرد انتخاب میکنیم. چسبی میزنید به سر و ته کلاف، هم کلافتون مرتب میشه، هم موقعی که میخواید سربندی رو انجام بدید دچار اشتباه کمتر میشید. ببینید چسب رو یه مقداری سفت میکنیم روی کار، یه چکش میزنیم، این دوستان سربندی میتنه مرتب میشه. خیلی کار رو دوباره میبندیم.